هست که ما با امکاناتی رو که به حسب ظاهر مال ما هستن، یعنی امکاناتی که اراده میکنیم، ولی اونا هم مال خدای متعاله، ولی اراده میکنیم، تصمیم میگیریم به جنبیم، تصمیم میگیریم فعالیت کنیم، تصمیم میکنیم تندتر بریم، سرعتمون کم زیادترش کنیم، این یه بخشی از حرکت ماست. یه حرکت دیگه اینه که ضمن این که ما گاز رو گرفتیم و به سرعت داریم میریم، یکی دیگه هم زمین رو زیر ما داره جمع میکنه، بنابراین میشه حرکت در حرکت. وقتی که ما داریم با سرعت 100 تا میریم، حالا اگر یه نفر این سرعت ما روی جاده است که مانند نوار نقاله است، او هم اگر در جهت مخالف ما به سرعت 100 کیلومتر حرکت کنه، یه تردمیل رو در نظر بگیرید که با سرعت 100 کیلومتر داره حرکت میکنه، ما هم داریم روی این تردمیل داریم حرکت میکنیم، سرعتمون هم 100 تا میشه، سرعتمون 200 کیلومتر. اون حرکتی رو که ما داریم ممکنه که حرکت متعارف باشد، حرکت راجلن باشد، مانند کسی پیاده میره، کسی بر شتر سوار شده، کسی بر اسب سوار شده، اون نوعی رو که در روایات اومده، برخی هم مانند برق حرکت میکنن، این یک حرکته. اما بالاخره اگر انسان به سرعت برق هم حرکت کنه، چون فاصله بین مبدأ و منتهی فاصله بسیار طولانی است، فاصله نامتناهی است، به سرعت برق هم بخوایم حرکت کنیم، زمانی که طول میکشه تا اون مقصد برسیم زمان نامتناهی خواهد بود، سرعتمون بیشتر از این هم که باشه بازم نامتناهی خواهد بود. تنها راه رسیدن به مقصد در زمان متناهی آن است که یه سرعت دیگری اضافه بشود به این سرعت ما. یه سرعتی ما داریم به نام سرعت برق یا فراتر، هر چی رو که هست. حالا یه سرعت دیگر هم اینه که این زمانی رو که ما داریم طی می‌کنیم قبض بشود، زمینی که ما داریم طی می‌کنیم قبض بشود، مراتبی رو که داریم طی می‌کنیم قبض بشود، که بهش میگن طی الارض، طی الزمان، طی المکان، طی المراتب، طی الدرجات و مانند آن. اگه این دوتا دست به دست هم دادن، این دوتا وقتی دست به دست هم که بدن، اینجوری نیست که او سرعت 300 هزار تا نیم 300 هزار تا 600 هزار تا بازم زمان نامتناهی خواهد بود، بلکه این زمانی که در اراده ماست، مربوط به افعال ارادی ماست، با توجه به حیثیت متناهی ما انجام می شود. یعنی ما سرعتی رو که داریم طی می کنیم اون سرعتی است که دیگه از بین نرویم، پخش و پلا نشویم، یعنی به حیث قابلیت ما ارتباط وثیق و عمیق دارد. اما اونی که مربوط به ما نیست، مربوط به حیث فاعلیت خدای متعال یا دین یا محتوای دین هست، اون دیگه حد و اندازه نداره. بنابراین وقتی ما این حرکت اینجوری رو داشتیم، حرکت دو سویه رو داشتیم، یک کار اختیاری ما انجام میدیم، یک کار به مقصد رساننده را او انجام میدهد، اون ایصال الالمطلوب رو او انجام میدهد، وقت در این گونه موارد کاری که ما انجام میدیم صدقه خواهد بود. یعنی یه مختصری، ما یه تکونی به خودمون دادیم، یه فعالیتی کردیم، یه کم اندیشیدیم، یه خموراستی شدیم، یه دو رکعت نماز خوندیم، یه ذکری گفتیم، این محض این که ما هم قاطی بشیم هست، ولی این نیست که ما رو میخواد به مقصد برسونه، که این میخواد ما رو در یک مسیری قرار بدهد که آن حرکت اساسی نامتناهی در اونجا جریان دارد. این قراره که این کارهایی که ما انجام میدیم ولو شاق باشد، ولو به گونه ای باشد که شب تا به صبح مشغول به عبادت باشیم، روزها در حال روزه باشیم و در راه خدای متعال جهاد میکنیم، تمام اینها خاصیتش اینه که این مسیر که ما داریم میریم یه مرتبه پرده رو بر میداره، میفتیم تو اون جهت موافق رسیدن به مقصد. در شریعت چنین چیزی وجود دارد و شریعت میتونه از زمینه این حرکت رو برای ما فراهم کند. البته زمینه این حرکت رو نه، میتونه که این پوسته ها، این حجاب هایی که مانع شده از اتصال ما به اون حرکت موافق، اون حرکتی که اون آن به آن و لحظه به لحظه به مقصد میرسه و هر کس در اون مسیر قرار بگیره و خودش رو منطبق به اون حرکت کنه، در مسیر اون حرکت قرار بگیره، آن به آن لحظه به لحظه به مقصد رسیده است، اصلا زمان نمیبرد. بنابراین میشود کسی در جهان طبیعت بعد به ورودش بگه انی عبدالله، به عبودیت رسیده است، عبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، او در ورودش در جهان طبیعت رب شده است و مرتبه ربوبیت رسیده است، باطنن به عبودیت رسیده است، ظاهرن
این مربوط به حضرت عیسی علیه السلام. برخی دیگر نه، متولد که نشده اند به مرتبه عبودیت میرسند، یعنی ورودشون در جهان طبیعت، نه ورودشون در دنیا، نه ورودشون در این جهانی رو که الان ما داریم زندگی میکنیم. از بدو انعقاد وجودشون در رحم مادر عبدالله اند و حیثیت عبودیت و ربوبیت در اونها به فعلیت تام و تمام میرسد. خب حالا اگر بخویم حرف علامه طباطبایی رو بگیم، البته همونجا خدمتتون بازم گفتم تکرار میکنم که توضیحاتش به این نحوی رو خدمتتون عرض کردم در سخنان علامه نیست، اشاراتی است که میتوان به اینجا رسوند. دو نکتهش قطعی است و اون اینه که بخش اول رو دیگه تکرار نمی کنم که عقل نسبت به دین یا مفتاح هست یا مصباح هست یا معیار هست یا هر سه. دین نسبت به نه عقل چی؟ هدایت هست، هادی، نور است و سوم این است که ممد است، به گونه ای که انسان رو چنان امداد می کند که راهی رو که میخواد با اراده خودش در زمان نامتناهی طی کند در یک آن و کمتر از آن طی میکند. این سخن علامه طباطبایی. فرمودن که حالا اون مصباح و مفتاح و اون رو که خدمتتون عرض کردم، میگم وحی برای عقل نور است، همون گونه که خورشید روشنی بخش عالم محسوس است، وحی هم روشنی بخش عقل است، بدین سبب که عقل از درک بسیاری از امور ناتوان است، بنابراین عقل ناتوان است، بنابراین وحی میاد نور میندازه روی این اموری رو که عقل ادراک میکنه و در نتیجه اونها رو ادراک میکنه. نکته سومش رو خدمتتون عرض کردم که از اون نکاتی رو که علامه، تازه اون نکاتی هم که در اخلاق نبوی گفته، اصل اخلاق نبوی محدوده، بسیار جزئی و جزئی و مختصر گفته که اخلاق انبیا غیر از اخلاق دیگران هست، یعنی اخلاق فضیلت و اخلاق وظیفه و اخلاق کارکردی و مانند دین ها، اینا اخلاق دیگران است، اما اخلاق انبیا هیچ کدوم از اینا نیست. اخلاق انبیا رو مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که این اخلاق همراه با ایثار است، همراه با گذشت است. اخلاق انبیا اینه که خدا را برای خدا بودنش میخواهد، نه برای اینکه خدا رو میخواهیم که ما نزدیکش باشیم، تماشاش کنیم، لذت ببریم. خدا رو میخواهیم برای اینکه با اتصال به او ما هم بزرگ بشویم. نه، میگه اصلا من خدا رو میخواهم که همه خدا باشد و من در میان نباشم. این اخلاق ویژه است. از اون اخلاق انبیا که خیلی کوتاه و مختصر هست، این نکته قابل استفاده است که انسان میتواند این نکته سوم را هم استفاده کند. وقت نتیجه ای رو که علامه طباطبایی از اون سه جهت و این یک جهت یا این اون سه جهت و این سه جهت استفاده میکنن اینه که وحی قطعی با عقل تعارض ندارد. امکان ندارد که دین قطعی باشد یا گزاره دینی قطعی باشد یا وحی قطعی باشد و با عقل تعارض داشته باشد. میگه حالا فرض کنیم که تعارض داشت، بر فرض تحقق چنین تعارضی علاجی هم ندارد، راه درمان هم ندارد. چرا؟ چراشو باید خدمتتون عرض میکنم. میگه چنان که دو تا مثال دیگر هم میزنه، چنان که تعارض بین دو دلیل قطعی امکان پذیر نیست، نمیشه دو تا برهان هم دیگر رو نفی میکند، ممکن نیست. حالا اگر اتفاقی افتاد، میگه هیچ درمانی ندارد، لاعلاج است. چنان که تعارض بین دو وحی قطعی هم امکان پذیر نیست و بر فرض وقوع درمانی ندارد. چرا امکان پذیر نیست؟ به خاطر اینکه بازگشت تعارض دو دلیل قطعی یا دو وحی قطعی یا یک عقل قطعی و نقل قطعی یا وحی قطعی، بازگشت این چنین تعارضی به تعارض یک دلیل با خودش است. یعنی یکی خودش رو نفی میکنه، معارضه یک دلیل قطعی با خودش اجتماع نقیزه این است و تقابل سلب ایجاب است، سلب ایجاب است که بطلانش بدیهی است. بنابراین دنبالی نباشید بگین حالا اگر اتفاق افتاد چی کار کنیم، اگر اتفاق افتاد هیچ راهی نداره. ولی میشود اتفاق بیفتد یا نه؟ در این منطقی که ما میشناسیم، در این علومی رو که ما میشناسیم، اگر یک مورد اجتماع نقیزه این محال باشد همینجاست.
برای همینه که همه عقلا از گذشته دور گفتن که هیچگاه دو برهان در مقابل همدیگر قرار نمیگیرند، چون دو برهان وقتی در مقابل هم بودن یعنی نقیض هم دیگه، که اثبات میکنه نفی میکنه. وقت برهان یعنی چی؟ نتیجه برهان عبارت است از یقین، یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع. اعتقاد جازم مطابق واقع یعنی این که ما واقع رو یافته میگیم در واقع چنین هست، این برهان اینو میگه. بعد برهانی که نقیضی نیست میگه که واقع چنین نیست. بالاخره یا واقع چنین هست یا نیست، نمیتواند هم باشد هم نباشد، چون به اجتماع نقیزه این می انجامد، تقابل سلبی ایجاب می انجامد و در نتیجه به سفسطه مطلق می انجامد، تقابل عقل و عقل نمی شود. عقل همه اینا قطعی بودنش رو داریم میگیم. وحی با وحی دیگری نمی شود، وحی قطعی دوتا در مقابل هم قرار نمی گیرن، عقل و وحی قطعی هم در مقابل هم دیگر قرار نمی گیرن. بنابراین این جمله دیگه الان مربوط به این بحثمون نمیشه، فقط یه اشاره کوتاهی خدمتتون داشته باشم که آنچه که در تعالیم انبیاء گذشته وجود دارد که از طرف خدای متعال به اونها وحی شده است، با هیچ یک از تعالیم انبیاء دیگر، چه انبیاء گذشته چه انبیاء بعدی و چه خاتم الانبیاء، هیچ گونه تعارضی با هم دیگر ندارند. آنچه را که در یک دین آمده است به دقیق ترین وجه ممکن آمده است، ولو ممکنه در مربوط به عصر حضرت نوح علیه السلام باشد که اولین دین است، آنچه که در تعالیم حضرت نوح آمده است با توجه به مخاطبها، انسانها، شرایط، زمان، مکان، قابلیت ها و مانندونها، دقیق ترین نسخه است که می توانست برای انسان نوشته بشود نوشته است. و آنچه را که در عصر حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است نیست، با توجه به همه جهات، شرایط، مخاطب، موقعیت، زمان، مکان، قابلیت ها، باز دقیق ترین نسخه است که ممکن بود خدای متعال برای انسان بنویسد. گمان نکنیم که چیزی در تعالیم انبیا گذشته بود که با دین خاتم مخالف باشد یا دین خاتم با اون مخالف باشد، نه، موضوعات و مصادیقشون متفاوت بوده. مثل اینکه یه پزشکی یه جای نوشته داره نسخه مینویسه، یه نفر رفته میگه سرم درد میکنه، یه نسخه برای سردردش مینویسه، یکی دیگه میره میگه معدم درد میکنه، نسخه برای معدش مینویسه. این دوتا ظاهرا تناقض داره، هر دو درد داشتن، هر دو ناله میکردن، ولی ناله هاشون متفاوت داشت، عوامل پیدایشی ناله ها فرق داشت. بعد یعنی هر دو گفتن آخ دلم درد میکنه، رفتن پیش دکتر، یه آزمایش مختصری میکنه، یکی یه دارو برش مینویسه، یکی دارو دیگری خلاف اون رو مینویسه. نباید بگیم که این پزشک دچار تناقض شده، هر دو میگن آخ دلم، دل درد دارن، با دل درد یه دارو میگه. میگه شما نمیدونین که این دل هم هزار جا دارد، این اینجای دلش درد میکند، نشون دهنده اینه که این ایراد را داره، اون دیگری. بنابراین تعالی منبیا اگرچه ظاهرا با هم دیگه اختلافایی دارن، به خاطر اختلاف موضوعات و بیمارهاشون هست، مخاطبهاشون با هم دیگه تفاوت دارن، و الا هر پیامبری نسخه هدایت انسانها را با توجه به شرایط و موقعیتهاشون به دقیق ترین وجه نوشته است و ارائه کرده است یا از طرف خدای متعال آمده است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.